زن بودن در افغانستان کاری است بس دشوار. این را زنی می گوید که کل باری از چالش های روزگار را با خود حمل می کند. سارا زنی که قربانی ازدواج اجباری شده است. در سن 13 سالگی ازدواج کرده و حالا 28 سال دارد و 5 فرزند. من شوهرم بیگانه بود. در پاکستان زندگی می کردیم. همسایه بودن. خواستگاری آمده بودن چون زیر سن بودم. پدرم مرا به اونا دادن. ولی ما او وقت دختر جراتی نداشت که یعنی بگوید که نه مرا به اون ندی. دیگه وقتی که رضایت پدرم بود مرا به اونا دادن. تقریبا سن ما 13 ساله بود، زیر سن بودم، از مکتب، از درس، از همه چیز مانده بودم. دیگه باز عروسی کردیم. وقتی که کرزی پاچا شد باز ما از پاکستان پس به افغانستان آمدیم. او هنگام ازدواج کرد که هیچ چیز از زندگی نمیدانست. عروسی وی با مردی صورت میگیرد که عمر او چند برابر عمر سارا بوده است. او به جای بازی با عروسک هایش درد زندگی را تحمل میکند. چون تصمیم گیرنده زندگی وی پدرش بود، سارا حق اعتراض را نداشت. در هر جایی که سر خوردیم و از من زیاد سندش بالاتر بود، شاید 30-35 ساله بوده باشه، ولی در جایی که می رفتیم من بسیار خرد معلوم می شدم. و یکان تا می گفت که دختر تز، باز می گفت که نه خانمم از بعضی کس خود درکش می گفت، بعضی کس لعنت می گفت، می گفت یعنی تو چطوری دختری خود. خودم اگه کسی پرسان می کرد می گفتم شوهرم از خنده می کردن. من زمانی که عروسی کرده بودم چون من نمی فهمیدم از ازدواج، از خانه گودی بازی می کردم. سارا از پستی و بلندی های زندگیش با ما میگوید. زمانی که از پاکستان به کشور آمدند با مشکلات اقتصادی بیشتر مواجه بودند. همسرش بیکار بود تا اینکه همسرش توانست منحیث دریور برایش کار پیدا کند و زندگیشان کم کم رنگ خوبتر بگیرد. اما این خوشی ها بیشتر دوام نیافت. خوب بود ولی بعد ولی سندشام که بزرگ بود واقعیت که ما روی خوب میکرد. من زندگیم راضی بودم تا زمانی که قنده سقوط کرد. من شوهرم از دست دادم. وقتی که رو از دست دادم بسیار مشکلات کشیدم، بسیار زیاد. و حال را مشکلات فعلی زندگیم بسیار زیاد است که خودم تنها صورت است. مشکلات خانه است، مشکلات کار است، بیکاری است. این سرگردانی هست فعلا هم که بگویم که من زندگیم تکمیل است نیست. چون هر طرفه که دست میندازم که یعنی یک کاری برام پیدا شد و نمیشه کار درست پیدا نشد. تقریبا 4-5 ماهی بود بیکار بودم. در خانه بودیم دیگه. من خودم در خانه خیاطی میکردم. بعضی وقت باز دکتران منع کرد، گفت خیاطی نکن چون سندت خورده است. با او خاطر دیگه همین مورای کمر تا چرک گرفته. باز من دیگه نکردم. باز زمین یک وکیل بوده که یک چند ماه در خانه از او دختره که از او نواسیش نگاه میکردم. باز او برای ما پیشنهاد داد که دمی دفتر بروس. ماش خودم هم 100 دلاری که میتم دمو راضی استم که اقلا میتونم کم کرای خانه را میتم یا دستم بند نمیباشه. با این جنجال ها و مشکلات حالا سارا هم مادر است و هم پدر و این مصروف کار در یکی از نهادهای خصوصی است تا برای فرزندانش تعیین نفقه کند. 5000 پیش کرام میتم که همه چیزم تامین. مثلا از هر لحاظی که بیای 5000 دو میتم میمونه تقریبا 2500. چقشونه میشه مثلا در خانه سودا و فعلا نمیل باور کنه که ما در کتابچه و در بیک اینا رسیدگی نمیتونم. چون می چند روز پیش همسایه ما یک چندانه بیکی که از طفلایش بود آورده بود داده بود. در کتاب و قلمشان بگیده همه چیزشان بگید رسیدگی نمیشه. وزی وقت همین دختر خرطرکیم که میگون چیزا خوشش میتا که بگی من همه ایتانم گرفته بسیار دق میشم. باز برش بازیش میتم که بیا تو بریم خانه با سوا شد میاییم میگیریم. باز به یک رقم چپش میکنم بسیار برم سخت تمام میشه. وی در تلاش است تا آینده روشن برای فرزندانش بسازد. رویاهایی که خود نتوانست به آن دست یابد. سوار از آینده خودم خو خراب شد. از این 4 تا دیگه هم خراب میشه. بیام اینا را گرفته بریم. باز من کابل آمدم. آیت گفتن که ایانا ما در زندگی تو کار نداریم. اگه خبر شدیم که تو روسی کنی باز اون وقت گلگی نکنی. ولی من تصمیم ازدواج کردن ندارم که یعنی ازدواج کنم. من فقط تصمیم ازیره دارم که کار کنم، زحمت بکشم و از این مشکلات خودم بکشم.
تا خود آدم خودشان نسازه هیچ کس و کسی به درد نمیخوره. سارا با وجود داشتن 5 فرزند انوز هم حق تصمیم گیری در زندگی خیش را ندارد. خانوادهش برای ازدواج دوم وی اصرار دارند. او که مشکلات های زیاد زندگی را چشیده نمیخواهد زندگی فرزندانش در تنگنا قرار گیرد. مخالفت ازدواج دوم از سوی سارا سبب روگشتاندن خانواده وی از آن شده است. خودم هم در کابل که زمانی آمده بودم نابلد بودم، با کسی شناخ نداشتم، کسی را نمیشان جز پدرمشان هست این هست و ما که کمک نمیکنن یا یعنی پیش من نمیآیند. زدشان عزیز که برو روسی کو، هنوزم جوان هستی میتونی عروسی کنی، چرا عروسی نمیکنی؟ من میگم نه، من عروسی نمیکنم، چون که فعلا بالا هیچ کس اعتماد کردن نمیتونی که آینده چی میشه. باز به با او خاطر دیگه نه این خانه میاین نه میرن نه هیچی، نه اول میگیرن هیچ. یگان دفعه که من خواست به خاطر مادرم یگان روز میرم دیگه خودشان هیچی نمیاین. سارا که خود قربانی ازدواج زیر سن شده است، از خانواده ها می خواهد با سرنوشت دخترانشان بازی نکنند. زمانی که من را داده بودم من نمی فهمیدم یعنی ازدواج چیست، چون من یا خواه می کردم یا گودی بازی می کردم. زمانی که سر صدا جنگ غال مغال می شد، من تا راگم می شدم که کدام کار کنم زودتر. نمی فهمیدم که زمانی که بچگکم پیدا شد به دنیا آمد، فقط یگانه امید مامو بود. میفتم که ایمو مصروف میشدم دیگه غم درد دور میشد ازم بسیار زیاد. ولی من به خانواده های کسایی که صدای من میشده و میمینه نباید دخترشان از زیر سن بتن و کوشش کنن که اونا درس بخوانن، مکتب بخوانن. این ظلم هرگز به اونا نکنن که اونا ازدواج کنن. سارا تنها زن قربانی ازدواج های زیر سن در کشور نیست، بلکه هستند زنانی که هنوز هم در روستاهای کشور قربانی این مشکلات بودند، ولی صدایشان در خفا باقی مانده تا کنون شنیده نشده است.